رضا مددی رزمیکار ایرانی سوئدی به زودی با ورزشکاری از اسرائیل مسابقه میدهد. او دلیلش را تلاش برای شکستن تابو مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی عنوان کرده. چندی قبل سعید مولایی جودوکار ایرانی بعد از آنکه مجبور شد در مسابقه های قهرمانی جهان برای روبرو نشدن با حریفی اسرائیلی به باختی مصلحتی تن بدهد تصمیم گرفت به ایران باز نگردد. بعد از آن فدراسیون جهانی جودو ایران را تعلیق کرد. رضا مددی ورزشکار UFC از استکهلم سوئد. آقای مددی چطور شد که اصلا چنین تصمیمی گرفتید که با یک حریف اسرائیلی مسابقه بدید؟ سلام علیکم به شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون. ببینید این مسئله چند روز پیش دیدید که یک خانم ببخشید ایرانی خودش آتیش زد. چند وقت بعد استادیوم ها رو باز کردن، خانم ها تونستن برن روی برن مسابقه های فوتبال رو نگاه کنن. به نظر شما آید باید یه ورزشکار، یه کشتیگیر، یه جودوکاری بره روی توشک ورزشی خودش آتیش بزنه تا بخوان این تابو رو بردارن؟ که این به نظر من چیز خیلی مسخره که ما ورزشکارا نمیتونیم یه ورزشکار از کشور دیگر رو باشون مسابقه بدیم به دلیل حالا مشکلات سیاسی. ماها ورزشکار، ما که سیاستمدار نیستیم که بخوایم خودمون رو تو این بازی ها دخالت بدیم. و یکی از مهمترین دلایلی که من این کار خواستم انجام بدم به این دلیل بودش که ورزشکاری که تو ایران زندگی میکنه به خاطر هزاران مشکل شاید نتونه این کار انجام بده، ولی من که این ور آبم، پاسپورت یک کشور دیگر دارم، 30 سال بیشتر 30 سال اینجا زندگی کردم، این مشکلات من برای من پیش نمیاد. برای من خیلی راحت داری که بتونم این تابو رو بشکنم با یه ورزشکاری از اسرائیل. چون شما 30 سال این طرف آب زندگی میکنید، پاسپورت یک کشور دیگر رو هم دارید، اگر این مسابقه انجام بشه چطور میتونه به تابو شکنی کمک بکنه؟ به این معنا که شاید در ایران گفته بشه که شما از یک کلن از یک کشور دیگه هستید. ببین اصل مطلب این مسیجی که من دارم میدم، من همیشه به عنوان یه ایرانی به ایرانی بودنم افتخار کردم، همیشه در تمام مسابقاتم اگه شما نگاه بکنه ببینیم که پرچم ایران روی لباسهای من بوده، من با موزیک ایرانی به تو میرم، حالا چه هر جای دنیا که مسابقه دادم تو مسابقات UFC ما تمام میتونید ببینیدش که من به ایرانی بودنم همیشه تکیه کردم، پرچم ایران رو زدن. ببین اینا به نظر من حاشیه است، اصل مطلب اینه که یک ورزشکار میتونه با یه ورزشکار دیگه مسابقه بده. دین، سیاست، اینا هیچ کدوم اینا به ما ربطی نداره. اون یک انسانه، منم یه انسانم و سیاستمدارای کشور اونا چیکار میکنن و سیاستمدارای کشور من چیکار میکنن به ما ربطی نداره. ما دو تا ورزشکاریم که به نظر من این خیلی مهمه که بتونیم این تابو رو بشکنیم. آقای مددی، ورزش بالاخره بازی برد و باخت داره. اگر برنده بشید حتما باعث خوشحالی ایرانیان زیادی خواهد شد، ولی اگر به بازی چی فکر میکنید؟ برادر عزیز، من در کارنامه زندگیم، در اون کتابی که بازمونم، کتاب لغت‌هایی که بخوام دنبال لغت مثلا دیکشنری بگردم، کلمه باخت تو زندگی من وجود نداره. بالاخره هر انسانی میبازه میبره و این چیزی نیست که من شخصا فکر میکنم. من همیشه به این به عنوان، من به عنوان پیروزی فکر کردم. من یه ورزشکارم که به دنبال پیروزی هستم و 100% برای پیروزی میرم، ولی مهمترین مسیج من اینه که دنبال هدف این مسابقه است برای من. بله. و بزرگترین هدفم اینه که معذرت میخوام شاید بی‌ادبی باشه، دهن خیلی ها رو ببندم که این کار رو یه نوع کودک سپورت اف کودک کشی یا نمیدونم یک نوع بیرحمی از سمت من میبینن، که خیلی دلم میخواد اینجا این مسیج رو به اونا بدم که اگر شما خیلی دلتون برای مثلا کودک ها میسید، ما بهتره که به فکر کودک های کشور خودمون باشید. ممنونم آقای مددی. بله. سپاسگزارم از رضا مددی ورزشکار UFC از استکهلم سوئد با ما.